سلام یوتیوب، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید و من رو حمایت میکنید. شاید خیلی از شما بارها تصمیم گرفتید که حرفه تولید محتوا روی یوتیوب رو استارت بزنید، ولی هر بار سردرگم بودید که چطور این کار رو انجام بدید. همین اول دو تا نکته رو بگم. حرفه تولید محتوا به خاطر که برای انجامش به مجموعه‌ای از مهارت‌ها احتیاج دارید. و نکته دوم اینکه چرا تاکید کردم تولید محتوا روی یوتیوب، به این علت که کیفیت ارائه محتوا روی پلتفرم‌های دیگه حتی نصف یوتیوب هم اهمیت نداره، به خاطر که یوتیوب چارچوب یکم سخت‌تری داره و اینکه جزئیات در یوتیوب اهمیت بیشتری داره. حالا اینو تو ادامه ویدیو بهتون میگم که دلیلش چیه. من تو این ویدیو قصد دارم بهتون نشون بدم که چجوری با کمترین امکانات به بهترین کیفیت ممکن یا مطلوب ترین کیفیت ممکن برای تولید محتوا روی یوتیوب برسید. من مسعود هستم و برای ساخت اینطور ویدیوها به حمایتتون احتیاج دارم، پس لطفاً فراموش نکنید که دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و اگر این کار رو انجام دادید لطفاً برای من کامنت بذارید که چنل رو سابسکرایب کردید. حالا بریم سراغ این که ببینیم چه پارامترهایی رو باید رعایت بکنیم که به کیفیت مطلوب روی یوتیوب برسیم. پارامتر اول، دوربین. مثلا همه ما دوربین فیلمبرداری حرفه‌ای یا دوربین عکاسی حرفه‌ای برای ضبط کردن فیلممون نداریم، ولی هممون یه موبایل داریم که الان دیگه حتی پایین ترین مدل گوشی ها هم حتی لازم نیستش که پرچم دار باشه. پایین ترین لول گوشی ها هم 1920x1080 یعنی فول اچ دی میتونن کپچر کنن، یعنی ضبط بکنن. به خاطر همین شما میتونید از دوربین گوشیتون برای ضبط کردن فیلماتون استفاده بکنید. به چند تا نکته باید دقت بکنید. نکته اول این که حتما با دوربین پشت گوشی و نه دوربین سلفی، از دوربین پشت گوشی استفاده بکنید و توی تنظیمات دوربین رزولوشن تصویر رو روی 1920x1080 قرار بدید و فریم ریتش رو یعنی FPSش رو فریم پر سکند فریم ریتش رو روی 30 فریم در ثانیه قرار بدید و اینکه دوربینتون رو دقیقاً مستقیم تو زاویه 90 درجه خودتون قرار بدید. اگر یک دوربین دارید، یعنی دوربینتون به صورت مستقیم از شما فیلم برداری بکنه. اما اگر دو تا دوربین دارید، میتونید دوربین دومتون رو با همین تنظیمات توی زاویه 30 درجه نسبت به دوربین اول قرار بدید. یعنی الان فرض میکنیم این دوربینی که دقیقاً جلوی من هستش دوربین دوم هستش و من 30 درجه تقریبا میچرخم و توی این زاویه میبینید که میتونه شما رو بگیره و این دوربین دوم شما میشه. میتونید این کار رو انجام بدید و بعد بین دوربین هاتون سویش بکنید. این نکاتی بود که باید در مورد دوربین رعایت بکنید، پس لطفا حتما رعایت کنید تا کیفیت فیلم برداریتون بهتر بشه. اما پارامتر دوم، صدا، که در اکثر مواقع از تصویر هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه. من خودم همیشه این ضعف رو توی ویدیوهام داشتم و رفته رفته همیشه تلاش بکنم که مطلوب تر بشه این صدا. اگر میتونید از میکروفون یقه‌ای مخصوص ویلاگ استفاده بکنید و اگر ندارید میتونید از میکروفون گوشیتون استفاده بکنید، ولی حتما باید صداتون رو تقویت بکنید. حالا من توی پارت دو همین ویدیو که احتمالا هفته بعد آپلودش بکنم حتما بهتون نشون میدم که توی ادیت ویدیوتون چجوری صداتون رو تقویت بکنید تا به کیفیت مطلوب برسه. پارامتر سومی که باید رعایت بکنید و جزء پارامترهای اصلی هستش، یعنی این سه تا پارامتر اولی که گفتم واقعا جزء پارامترهای اصلی هستن، و پارامتر سومش نور هستش. تکنیک نورپردازی توی فضای استودیویی، یعنی دقیقاً همین فضایی که الان من هستم، به این صورته که شما از دو تا نور صافت، یعنی دو تا نور ثابت صافت
با زاویه 20-45 درجه و از این سمت هم مثلا از 170 درجه تا 145 درجه به این صورت میذارید و هیچ نوری در زاویه 90 درجه شما قرار نمیگیره. علتش هم اینه که اگر شما نور رو از زاویه دوربین دقیقه همون زاویه 90 درجه که دوربین به صورت قائم روی شما هستش، اگر از همون زاویه 90 درجه از نور به سمت خودتون استفاده کنید، پشت سرتون یک سایه سنگین و پررنگ ایجاد میشه. به خاطر همین توی فضاهای استودیویی نور رو از دو تا زاویه 20 تا 170 درجه روی سوژه میتابونن که در واقع سوژهش خود شما هستید. و این تکنیک نورپردازی برای ویلاگینگ در فضای استودیویی هستش که شما اگر میتونید از دو تا نور سافت استفاده میکنید. حالا چرا دو تا نور سافت؟ به خاطر اینکه هر کدوم از اون نورها سایه‌ای که در نیمروخ شما تشکیل میشه رو یه جورایی کاور میکنه. یعنی اگر من یه نور رو از این زاویه دقیقاً از سمت دست چپ خودم بتابونم، این طرف صورت من سایه میشه و من یه نور از این طرف میتابونم تا اون سایه رو خونسا بکنه. به خاطر همین همیشه از دو تا نور استفاده میکنیم. اما شما اگر این نورها رو ندارید، هر نوری که سعی کنید توی یک فضایی باشید که نور کافی رو داشته باشه و اگر نوری به صورت خیلی مستقیم داره به شما میتابه و سایه ایجاد میکنه، بیاید و با حالا پارچه سفید یا کاغذ آسه میتونید اون نور رو کاور بکنید به صورتی که سافت بشه و دیگه اونجوری نباشه که تو صورتتون سایه ایجاد بکنه یا مثلا پشت سرتون سایه ایجاد بکنه و این مشکل برطرف بشه. حالا خیلی باب شده از یک سری رینگ لایت استفاده میکنن. اینا بهتون بگم رینگ لایت به هیچ عنوان واسه کار یوتیوب مناسب نیست، به خاطر اینکه اصلا برای کار دیگه ای ساخته شده. معمولا دیلی لاگرها، ویلاگرها، کسایی که کار آرایش یا معرفی لوازم آرایشی انجام میدن معمولا از رینگ لایت استفاده میکنن. به خاطر همین اصلا یک نور حرفه‌ای برای یک کار حرفه‌ای نیستش. معمولا شما اگر بخواید روی پلتفرم یوتیوب کار بکنید، این نکته رو بهتون بگم، یا باید حرفه‌ای باشید یا باید نیمه حرفه‌ای باشید. شما نمیتونید با اون اتمسفر آماتوری که مثلا دیلی لاگرها توی اینستاگرام باهاش برخورد میکنن بیاید و توی یوتیوب همون رفتار رو انجام بدید. یه جورایی خیلی توی ذوق میزنه. یه جورایی میخواستم این نکته رو بهتون بگم که حتما این رو هم مد نظر قرار بدید که افتاد توی این پارتی که داشتم نور رو بهتون توضیح میدادم. به خاطر همین حتما این نکته رو رعایت بکنید تا نورتون هم خوب باشه و به هر حال هرچی نور در فضا و اتمسفری که دارید ویدیوتون رو ضبط میکنید کافی و درست باشه، تأثیر بسیار مستقیم توی کیفیت تصویر شما داره. اما رسیدیم به آخرین پارامتری که توی این پارت میخوام توضیحش بدم. فضاییه که شما توش فیلم برداری میکنید برای ویدیوهاتون. فضای شما جدیت کار شما رو به مخاطبتون انتقال میده. بنابراین همیشه سعی کنید که فضایی که میخواید توش فیلم برداری بکنید رو استاندارد سازی کنید و اون فضا رو سعی کنید یک قالب حرفه‌ای بهش بدی. به خاطر اینکه اگر فضایی که شما ازش استفاده می‌کنید برای این کار آماده نشده باشه، افراد شما رو کسی که می‌خواد کارش تداوم داشته باشه تلقی نمی‌کنن و اونجوری که باید دنبالتون نمی‌کنن. به خاطر همین من همیشه احساس می‌کنم فضای ویدیو به اندازه پارامترهای دیگه، شاید نه به اندازه پارامترهای دیگه ولی به اندازه خودش اهمیت داره. من گاهن توی یوتیوب یه سری ویدیو میبینم که مثلا طرف داره صحبت میکنه، بعد کنارش یه دونه گلدونه که مثلا واسه دوره مامان بزرگش، از مامان بزرگش به ارث رسیده، بعد اونو ور نداشته. این نمیتونم بذارم به حساب تنبلی، میتونم بذارمش به حساب اینکه افراد اهمیت فضایی که دارن توش یه مطلبی رو ارائه میدن رو شاید به اون خوبی درک نمیکنن. به خاطر همین این رو توی یکی از پارامترها گذاشتم که به صورت جدی توضیحش بدم و اینو بهتون بگم که
اگر میخواید برای مخاطبتون جدیت داشته باشید، حتما فضایی که توش دارید فیلم ضبط میکنید رو برای اون کار آماده بکنید. خیلی نیاز نیست فضای خیلی خیلی بزرگی باشه، کافیه یک فضای نهایتاً 3 متری 2 متری از گوشه خونه باشه که اون قسمت رو دکورش رو آماده کرده باشید، چون شما معمولا در همه جای خونتون که نمیتونید بشینید فیلم برداری بکنید یا حالا محیط کارتون. بنابراین فقط کافیه که یک فضای مثلا 1x2 متری همون زاویه که دوربینتون داره میگیره رو برای اون کار آماده بکنید و فضای فیلم گرفتنتون رو میتونید با خیلی هزینه های کم با یه نقاشی ساده با مثلا بهبودش بدید. و یه نکته ای هم که باید در مورد رنگش رعایت بکنید این که تا جایی که میتونید از رنگ های خونسا استفاده بکنید، یعنی طیف بین سفید تا مشکی که این وسط میشه حالا رنگ خاکستری و توسی. من خیلی مثل بقیه مردم خیلی رنگ ها رو خوب نمیشناسم، به خاطر همین میگم رنگ بین سفید تا مشکی، نه سفید سفید و نه مشکی مشکی. هر طیفی رو این وسط رعایت بکنید طیف مناسبیه. اگر تمام یوتیوبرهای حرفه‌ای رو هم دنبال بکنید میبینید اتمسفر فضای کارشون به این صورته که از دارن از رنگ‌های خونسا استفاده میکنن، چون روی اون رنگ خونسا شما هر رنگ دیگه‌ای رو استفاده بکنید به چشم میادش. مثلا من اگر دیوار پشتم قرمز باشه شاید این گلی که الان اینجا سبز رنگ هستش به این قشنگی جلوه نکنه. به خاطر همین همیشه سعی کنید توی فضای کارتون از رنگ خونسا استفاده بکنید. و اینکه اینم پارامتر 4 بودش که توضیح دادم. در نهایت بخوام ازتون تشکر کنم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید، مرسی. فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و منتظر پارت 2 باشید که میخوام بهتون نشون بدم که من چجوری ویدیوامو ادیت میکنم، چجوری صدا رو تقویت میکنم، چجوری تصویر رو تقویت میکنم با همون امکاناتی که دارم ویدیوم رو ضبط میکنم. و در نهایت این رو هم فراموش نکنید که حتما اگر چنل من رو سابسکرایب کردید یه کامنت کوتاه برام بذارید که چنل رو سابسکرایب کردید، چون یه جورایی میخوام باهاش یه کارایی بکنم. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، بدرود.